به نام یاد خداوند متعال، سلام و تندرای مهربان. امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما و تندرایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان لوارد انتخاب کردین. ما هم تلاش میکنیم گزارش های ناب به شما تقدیم کنیم و همچنان به حمایت و تشویق شما ضرورت داریم. امروز هم آمدیم به بزرگترین پروژه شاروالی کابل که در حال تکمیل شدن است. تقریبا کارش 99% پیش رفته، فقط 1% مانده. امروز کار خطکشی سرک سر کوتل جریان داره. خیلی وطن‌دارای ما پیام داده بودند که چرا سرک سر کوتل خطکشی نمیشه. امروز شاهد خطکشی سرک هستیم. این یکی از سرک‌های با استاندارد کابل است و همچنان گفته میتونیم یکی از سرک‌های اروپایی افغانستان سرک سر کوتل است. این سرک تقریبا مسیر 12 ولایت افغانستان است. 12 ولایت افغانستان از این مسیر رفت آمد میکنه. فضل خدا کار این سرک 100% تکمیل شده، فقط کارهای جزئی مانده، زیباسازی سرک مانده و این خطکشی بسیار فایده زیاد داره. مسیر موترها را مشخص میکنه و همچنان حادثات ترافیکی کم میشه و یک طرف دیگه سرک زیبا میشه. میریم نظرات وطن‌دارای خدا میگیریم، نظرات انجینر صاحب میگیریم، دوباره برمیگردیم.
السلام علیکم. سلام محترم، خوب هستین انشاءالله؟ خوب هستین صحت مند؟ بخیر و سلامت باشه، زنده باشه. میشه خدا معرفی میکردین، نامتان چی هست، کجا میرفتین؟ بسیار خوب، نام محمد یاسر است، طرف سرای شمالی میرفتیم. یاسر جان، این مبارک باشه، کار بزرگترین سرک کابل تکمیل میشه و همچنان خطکشی شده، پیاده روا سنگ فرش شده، چقدر خوب شد؟ والله خوب، بسیار خوب است، خداوند توفیق بده که بتانن تماما کابل تا همی سرکار همی قسم جور کنن. حال دو طرف کوتل هم کار جریان داره دیگه، خدا مهربان است که از این مشکلات بندش را بیغم شویم انشالله. یاسر جان، سابق حالت همی سرک چگونه بود؟ تقریبا 12 ولایت افغانستان از این مسیر رفت آمد میکنند. بله بله، قبلا خب بسیار مشکلات بود، واقعا همی خود ساحه کوتل رفت آمد بسیار مشکل ایجاد میکرد. واقعا تو روزای هم شده که شخصا خودم 4 ساعت هم دمیر هم بند ماندیم در روزایی که بساب دیگه. حال خیلی خوب شده. باورت میشد یک روز کاری سرک تکمیل شوا؟ والا قبلا سخت بود، خدا توفیق بده انشاءالله که تمام شوا کلش. کارکرد شاروالی کابل به شما قناعت بخش است؟ بله، کارکرد شاروالی قناعت بخش است. خو یک ذره یک گپ دیگه است که معظمی دریورای خواهش دارم البته که دمیر رابطه خیلی احتیاط کنند، چون سرک کلان شده، حالا حادثات زیادتر میشه. خدا نگاه کنه که کدام نفر اینجا، اگرچه حادثات زیاد پیش هم شده، خب باز هم از این باد خدا نگاه کنه. قسمی که خودتان میبینید اینمی ساحه هست، در یک ساعت پیش یک حادثه بسیار خراب رو خدا داد که همینجا بودا حادثه شد؟ همینجا حادثه شد که اونو هم نمونهش هست، اونو موتر هم نمونهش هست دیگه. چون سرک کلان شده یک ذره از امید دریور هم تقاضا داریم که احتیاط کنن زیادتر. نفر چه رقم شد؟ نفر فضل خدا خب تو روگار چی نشدن، ولی خب یک حادثه بود تیر شد. بخیر باشید. خدا السلام علیکم، خوب هستین؟ خوب هستین، صحت مند؟ بخیر بخیر باشین، تشکر. میشه خدا معرفی میکردین، نامتان چی هست، کجا میرفتین؟ شفیق الله حمیدی هستم، میریم طرف سرای شمالی. شفیق الله جان، سرای شمالی خانه کجاست؟ خانه سر کوتل خیرخانه است. این مبارک باشه، بعد از سالهای متمادی کار سرکتان تکمیل شد و همچنان خطکشی شده، چقدر خوب شد؟ خیلی خوب شده، سرک خطکشی شد، سرک کارش تکمیل شده، همون سیلایی که بود سیلای انداخته شده قیرشان دیگه، خیلی کار خوب شده، خطکشی که شوه حادثات ترافیکی نسبتا کاهش پیدا میکنه. اینجا حادثه ترافیکی صورت گرفته میگن؟ بله، یک نیم ساعت یا یک ساعت پیش اینجا حادثه ترافیکی شد دیگه، راننده ها یک ذره بی احتیاطی میکنن دیگه، سرک کلان میبینن، قوانین ترافیکی رو مد نظر نمیگیرن. این نیست که یک حادثه ترافیکی شد، انشالله کسی جراحت نبرداخت، جراحت کسی اگر نشد، اما موتر خساره من شد اینجا پیشتر. باز دیگه موتر پیشتری زدن؟ آه، یک موتر دیگه پیشت سر ازی زد و ایرم متضرر سا خودش متضرر شد رفتن. سرعت زیاد میگه استقبال از مرگ. بله، موقعیت چرا ما و شما متوجه نباشیم؟ این سرک یک کمی کلان هم است و همچنان گلایی زیاد داره، اگر متوجه نباشیم ما و شما خدا نخواسته حادثه بشه. واقعا میگه خیلی حادثه شده، تقریبا 50 نفر، 40 نفر میگه 40-50 نفر شهید شده به اینجا. بله، یکی از کارگرای که در مکتب ما کار میکنه و بچه یک کسی به شهادت رسید دیگه. خیلی مردم ها واقعا متضرر شده از این سرک دیگه، در اثر بی‌احتیاطی امیر راننده هاست که حادثات رخ میده. رای حل چی هست؟ رای حل است که ما شما قانون بالای باید بالای خود تطبیق کنیم، قوانین ترافیکی رو باید مد نظر داشته باشیم، لیسانس به هوایی نگیریم، پلای هوایی باید ساخته شوه، اگر راکبین است، اگر راننده هاست، باید بسیار توجه داشته باشه که انسان بسیار یک قدرش هست، عزتش هست، صحتمندیش باید مد نظر داشته باشه. بخیر باشه. بخیر باشه. بسیار تشکر.
السلام علیکم. و علیکم سلام برادر، خوب هستی؟ خوب هستی جان و جور هست؟ شکر بخیر باشی، سلامت باشی. میشه خودم معرفی میکردی نامتون چی است و این موتر چی شده؟ اید محمد هستم از ولایت کابل ولسوالی فرزم. مگم این موتر از برادر ما از مینمیان از خانه تان شده نو از خانه برآمدم. مگم مینمیان این بیشتر که تمام سوری شیشته بود تو میسر شمالی رفتم دیدم این موتر هم. مگم ما برادر خود از زنگ زدم و گفت یک موتر سراچه بود از کوتل میگه بسیار تیز آمد زدشم. تو نگه خبر نداریم که اینمیال مشکل ده چی است. او نفر چی شد؟ او نفر بیادر خود زنگ زدم، او نفرم در داخل آوزه هستم ایجا سرای شمالی. میگه در اون موتر و خیالم زخمی هستم. آزخمی هم گور کردیم؟ میوالا تو مدکی که پیش خبرم نداریم چرا که اینمیال آمدم بیادرم هم در آوزه هستم. مثلا یک زنگ زدم یک اوالش گرفتم. در این موتر خسواری نداشتم؟ والا پیش نیستم خبر، حتی دقیق اولش ندارم که داشت نداشت وری مکمل تخریب شده و اینجا بالون گاز هم بوده. خوب است که بالون گاز چیز نشده. بالون گاز نکفیده مگم بسیار سرعت از اون موتر این سرک کوتل نو جور شده، باید تو آدم بسیار احتیاط کنه. من خود ما موتروان از موتر مگه تا میشم در گیر تا میشم، از گیر نمیکشم موتر بسیار به احتیاط تا میشم. خب متوجه نباشه این تاله صورت میگیره دیگه، ایرم روزا ایر از روزا ایر از باید دلیور زیاد احتیاط کنم، متوجه جان خود زیاد باید باشد. چرا که مردم از بیکاری زیاد شده، مردم باید زیاد متوجه خود دلیور ها باید بیخی متوجه خود زیاد باشد. کوتل از سرعت موتر خود سرعت میگیرد، باید زیاد احتیاط کنم موتر بانم. این سرک از این خود موتر بلا را پس موتر از جور میشه. سبا یک آدم هم میزنه، یک اشتوک هست، یعنی اینجا مکتب هست. از مکتب تقریبا 50 نفر در میجا میگه شهید شده؟ والا پیش شد دکی خبر ندارم، از شهیدان نیستم خبر، خود باز تکرام میشم. اونجا بیشتر هم خوند پاک کردن؟ والا اگر تو من پیشتر این بیادر خود زنگ زدم اینم یال وام دوازه بود ویژه در جریان چی مصروب گفت بود که چطور میشه. مگم در موتر بخیارم یک چند دانه زخمی گفت، همه طوری خوب میگه در موتر زخمی بود. بخیر باشه. خیر بیمینی، سلامت باشه. وطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده کردین نظرات وطندارای خودم گرفته، ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم. این بود داشتین برنامه تا برنامه دیگر، تا دیدار دیگر، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. الان هدار شما.